بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردان عزیز، امید جور صحتمند باشین و از گزند خطرات مرض کرونا بدون. سال تعلیمی جدید سال 1399 به همه شما مبارک. سحر امیری هستم، استاد صنف نرسریتان، که در صنف نرسری شما 4 مضمون اساسی میخوانین: مضمون دری، ریاضی و انگلیسی. امروز اولین درس مضمون دری ما را آغاز میکنیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شاگردکان عزیزم، در درس دری شما اولین حرفی را که میخوانین حرف الف مد است. الف مد. شاگرده عزیز، این حرف حرف حلف مد است. شما با ما یک جا تکرار کنین که ما بر شما ساوند یا صدای امی الف مد را براتون یاد بدم. الف مد آ، الف مد آ، الف مد آ، الف مد آ. شاباس، اینا شما خودتان یک بار تکرار کنه. بله، الف مد آ. حرف بعدی را که در مضمون دریتون میخوانیم حرف الف است. حرف الف. شاگردکای نازنینم، ما هم حروف نقطه دار داریم و هم حروف بی نقطه. حرف الف مد آ و الف ا از جمله حروفی است که نقطه ندارم. صدای حرف الف است. الف ا، الف مد آ، الف ا. تکرار کنید. الف ا، الف ا. آن شاگرده عزیز، ما هم با حلف مد آ و هم با الف ا، هم به صدایش و هم به نوشتنش آشنا شدیم. میریم به طرف چارت. شما شاگردان نازنین بر من نشان بدین که در بین از این حروف کدام حرف الف مد است و کدامش الف. بله، یکی از شاگردکای نازنین میگه که این حرف حرف الف است. حالا برای ما ببینیم که کدام حرف حرف الف مد است. بله، یکی از شاگردکای نازنین میگه در قطار اخیر است و این حرف حرف الف مد است. بسیار خوب شاگردان نازنین، شاگردکایی که طریقه نوشتن حلف مد آ و الف ا را یاد ندارن، شاگردان نازنین به کتابی را که باید شما تهیه بکنین به مضمون دری صنف نرسری تان، دری بخش دوم است. وقتی که صفحه اول کتاب ما را باز میکنیم، درس ما در صفحه اول کتاب هست. به حرف الف ا دو کلمه هست که ما کلمه را به شکل شفاهی میخوانیم. باز این کلمه را بعداً میخوانیم. فعلا حرف ها را میخوانیم و ما شما را با شناخت حرف ها آشنا میسازیم. الف مد یکی از حروف خانپوری شده به این شکل. تا به این قسمت شما چی میکنین شاگردان نازنین؟ مثل همین الف خانپوری میکنین، یعنی پرکاری میشه تا به این قسمت. بعدش تمام حروف دیگر تا به این قسمت نقطه گذاری شده، شما فقط این نقطه گذاری ها را پر میکنین. یعنی فقط شما بالای خطایی که خیره خیره نشته شده اونا رو روشن میکنین. همچنان در این قسمت از کتابتون انگور و انجیر هست که شکلهاش از شما به شکل عمیق انجیر و انگور هست. اینا رو چی میکنین؟ رنگامیزی میکنین در خانه هایتان. دو کلمه را به شکل شفاهی حال ما میخوانیم، شما به شکل شفاهی یاد میگین اما نوشته نمیکنین. الف نون ان، امرای ما یک جای تکرار میکنین. الف نون ان، جی میاری جی، ان جی، الف نون ان، جی میاری جی، ان جی، الف نون ان، جی میاری جی، ان جی، الف نون انگ، گاف واوری گور، ان گور، الف نون ان، گاف واوری گور، ان گور. مثل همین صفحه بعدی کتابتان که صفحه 3 میشم، حرف الف مد آز که خواندیم به می شکل دور رسمی است از آفتاب و آتش که شما در خانه هایتون اینه رنگامیزی میکنین. و الف مد در همه قسم مثل حلف که قبلا گفتم شما پرکاری میکنین و این حروفی که نقطه گذاری شده اینا را روشن میکنین. با الف الف مد آ هم دو کلمه داریم. الف مد ف آف، تی الف بی تا، آف تا، الف مد آف، ت
تی الف بی تاب آف تاب آفرین شاگردکای عزیزم از پیش من تکرار کنین الف مد آف تی الف بی تاب آف تاب همچنان یک کلمه دیگه به الف مد است که الف مد آ تیشین تش آ تش الف مد آ تیشین تش آ تش یک کار خانگی خو ای بود که اینه پرکاری میکنین و همچنان یک کار خانگی دیگه هم دارید وقتی که شما درس دریتون آغاز میکنین اول خوی کتاب حتما باید داشته باشین بعد کتابچه ای که به این شکل خط داره خطای کتابچه تون به این شکل است شما الف مد آ و الف اره به این شکل در دو لاین نشته میکنین شاگردک های عزیزم هرگاه خطتون کج میشه نقطه گذاری میکنین و بالای همون نقطه گذاریتون الف مد آ و الف به می شکل بسیار منظم نشته میکنین یکی از شاگردکای ما گفت استاد اگر الف ما پایین تر از خط بیاید خیر است نه شاگرد عزیزم ارگو خط الف از خط پایین بیاید پس اشتباه هست نشته منظمی نشته از بند میبره اگر خط رها میکنین و به خط بعدی بسیار به شکل منظم نشته میکنین همچنان دایره شما که آخرین کاری که میکنین شما شاگردای عزیز دایره تا نشته میکنین به این شکل خواندنم را کار کردن حروف الف مد و الف است که این دایریایتون را در خانه نشته میکنین بعد شاگردای عزیزم کارهای خانگیتان از طریق واتساپ و تلگرام به ما میتونین بفرستین و ما اونا را ملاحظه کرده و شما را دوباره در جریان قرار بدیم با یک پیام که در خانه میمانیم اما درس میخوانیم درس امروزی ما را ختم میکنیم شاد و موفق باشید